خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. با آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگری کشت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده دادگر، سلام و احترامات و تمنیات نیک خود تقدیم میکنم به شما شاگرد عزیز، به والدین گرامیتان و به تمامی بیننده های عزیزی که برنامه را بیننده هستند. امیدوار هستم صحتمند باشین، از گزند حوادث در امان خدا بوده باشید و انتظار و امید مایی است که شاگرد عزیز درس هایتان را به روزش خوانده باشین، کارخانگیتان را انجام داده باشین و امروز پر انرژی، با انگیزه، با روحی سرشار از خواستن شما پای تلویزیون هایتان شیشته باشین و درس امروز تا آخر با ارادت کامل، با علاقمندی زیاد دنبال کنیم. شاگرد عزیز، شعر را که در اول خدمت شما به خوانش گرفتم از اقبال لاهوری است، شاعر و سیاستمدار به نام ادبیات فارسی و اردو. جناب آقای اقبال لاهوری میگه ما باید سرنوشت خود ما باید بسازیم، سرنوشت خود ما باید خلق کنیم. بنابراین شاگرد عزیز، ما به عنوان مجریان اصلی زندگی خود باید کسایی باشیم که زندگی خود، شخصیت خود، هدف خود ما برای خود تعریف میکنیم و برای برآورده شدنش، برای رسیدن به آرزوهای خود تلاش میکنیم، برنامه طرح میکنیم و اقدام عملی میکنیم. خب، یکی از راه های رسیدن به پیشرفت، یکی از راه های رسیدن به موفقیت عبارت از درس خواندن است، کوشش کردن است، حوصله داشتن در کار است و توکل کردن به خداوند عالم است. بنابراین امیدوار هستم شما همچنان با برنامه باشین، برنامه درسیتون منظم باشه و منظم درس هایتون را تعقیب کنید. شاگرد عزیز، درس امروز ما سیر علمی است، صفحه 15 کتاب. یک بار متن درس برتان میخونم به خاطر از اینکه شما با کلمات جدیدی که در درس شامل است آمده بیشتر آشنا شوین، طرز تلفظ کلمات صحیح و به صورت درستش یاد بگیرین و در خوانش متن هیچ جایی برتان مشکل باقی نمانه. چرا؟ یکی از مهارت های اساسی هر زبانی بشری مهارت خواندن است. مادامی که یک متن درست صحیح نخونیم معنا گرفته نمیتونیم. پس از لازمه های دانستن یک متن خواندن درست است. به این خاطر روی مهارت خواندنتان توجه جدی داشته باشیم. خب، درس امروز خود به نام خداوند هستی شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سیر علمی، صفحه 15. لطفا متوجه کتابایتان باشین، به دقت بشنوین تا یاد بگیرین. تمام شاگردان بی صبرانه منتظر زنگ تفریح بودند، زیرا به اساس وعده معلم صاحب ساینس قرار بود برای اولین بار به سیر علمی بروند. بالاخره با نواختن زنگ تفریح معلم صاحب داخل صنف شد و بعد از ادای سلام به شاگردان گفت: طوری که روز گذشته به شما گفته بودم، به خاطر آشنایی با حیوانات مختلف و خواص آنها، اینک امروز ما و شما به باغ وحش می رویم. با ختم حرف های معلم صاحب، همه شاگردان به همراهی او به طرف باغ وحش حرکت کردند و زمانی که به آنجا رسیدند، نفر مسئول باغ همه را رهنمایی نمود تا از قسمت خزندگان دیدن نمایند. او به شاگردان گفت: اگر سوالی داشته باشند می توانند بپرسند. احمد، چرا اینها را خزندگان می گویند؟ جواب: این حیوانات را به خاطر خزندگان میگویند که در وقت حرکت به سینه را میروند. محمود، در جهان چند نوع خزنده وجود دارد؟ ورق بگردان لطفا، صفحه 16. جواب: در جهان انواع زیاد خزنده ها وجود دارند که مشهورترین آنها عبارتند از اقسام مارها، چلپاسه ها، تمساه ها، سنگپشت ها و سوسمارها. مارها و چلپاسه ها در اوقات مختلف سال با بزرگ شدن جسامتشان پوست نوی را به دورشان تشکیل می دهند و پوست سابقهشان به شکل ورق نازوک از وجودشان جدا می شوند. همچنان یک نوع چلپاسه جنگلی وجود دارد که دارای خالهای سیاه می باشد و
و هنگامی که احساس خطر می کند رنگ خود را مانند زمینی که در آن قرار دارد تغییر می دهد. اکثر خزندگان گوشتخوارند و غذایشان را از طریق شکار حیوانات دیگر به دست می آورند. سنگ پشتان از جمله خزندگانی هستند که عمر طولانی دارند و بعض از آنان تا به 150 سال عمر می کنند. با ختم سخنان مسئول باوست معلم صاحب گفت امروز وقت ما تمام شده است، بخشهای دیگر را در آینده می بینیم. شاگردان از این سیر علمی خیلی خوش و راضی بودند. با مجرد رسیدن به مکتب معلم صاحب به شاگردان وظیفه داد تا در خانه تمام جریان مشاهدات خود را در کتابچه هایشان بنویسند و فردا با خود بیاورند. در اخیر تمام شاگردان از معلم صاحب تشکر نموده خواهش کردند تا در آینده نزدیک در آینده نیز برای سیر علمی آنها را به باغ وحش ببرد. شاگرد عزیز، متن درس هم برتان خواندم، حالا صفحه 7 کتابتان متوجه باشین. لغات های شامل در درس 3 لغت در اینجا موجود است، برتان میخوان تا با معنیش آشنا شد تا بتان هم در گفتار روزمره از اون استفاده کنین و هم در متن هایی که نوشته میکنین، متن هایی که خلق میکنین بتان اینا را استفاده کنین. نواختن به صدا در آوردن، خواص جمع خاصیت، مشاهدات جمع مشاهده و به معنای دیدن. بسیار خوب شاگرد عزیز، سیر علمی این درس پیام این درس چیست؟ این درس میخواه برای ما چی را بگه؟ اول کلمه سیر را برتان معنا کنم و ما میفهمم که شما میفهمید معنای این کلمه را. سیر به معنای چی است؟ سیر به معنای گردش، به معنای چکر، به لفظ عام ما، به معنای تفریح، گردش و سیاحت معنای سیر است. سیر علمی یعنی سیاحتی به منظور آموزش، گردشی برای یادگیری، اصطلاحا میشه معنای سیر علمی. شما تا اون سیر علمی رفتین؟ بله. سیر علمی برنامه است که با هماهنگی مکتب و مسئولان یک استاد یا یک اجتماع از استادها شاگردها را نظر به مضمونشان به جاهایی که مربوط به درسان است به سیر علمی میبرند تا از یک طرف هم تفریح کنند، هم یک تبدیل هوا شود و هم یک فضای جدید را آشنا شود. و اما هدف اصلی سیر علمی چه شاگردان عزیز؟ بله، آموزش و یادگیری. خب بسیار خوب، شما قسمی که در کتاب شنیدین شاگردای مکتب امرای استاد ساینسشان به باغ وحش به سیر علمی رفتن. استاد ساینس موجودات حیه را، موجودات حیوانات وحشی را، حیوانات اهلی را یا انواع خزندگان و پرندگان را به شاگردان در درس معرفی کرد و به خاطر که درس بیشتر در ذهن شاگردا باقی بانه، بیشتر شاگردا یاد بگیره و بیشتر بیاموزه، شاگردا را عملا با خود به باغ وحش میبره. ببینید شاگرد عزیز، ما در آموزش با دو مسئله سر و کار داریم، یکی با تیوری نظریه و یکی دیگه هم درس عملی با عمل. مثلا دقت کنین، وقتی که شما ساینس یا بیولوژی یا کیمیا یا فیزیک میخوانین متن کتاب درسی شما تیوری است، نظریه است، اما وقتی که میرین در لابراتوار ساینس عملا دو ماده را با هم تعامل میتین، دو ماده را تجزیه میکنین به مواد اولیش، این میشه عمل. مثلا در مضمون دری ما عین گفه داریم، وقتی که متن کتاب عنوانهای درسی را شما میخوانین این میشه تیوری، این میشه نظریه، ولی وقتی که عملا شما لغاتهایی را که خواندین، نکات گرامری و دستوری را که یاد گرفتین، در هنگامی نوشتن، در هنگامی گفتن استفاده میکنین، از او سود میجوین و به کار میگیرینشان، او زمان میشه صاحب عمل، یعنی عملی شما کار میکنین. مثلا مثال براتون میگم، شما در صنف استاد میه بر شما روش های داستان نگاری، داستان نویسی را یاد میده،
قاعده میگه، میگه شما از اینجا شروع کنین، این رقم دوام بتین، به این نقطه ختم کنین. این شد تیوری. ولی وقتی که شما عملا کاغذ و قلم برداشتین، سیاه کردین، سیاهه کردین، نوشتین، به عملا به نوشتن آغاز کردین، اون زمان شما از ساحه تیوری خارج میشین، میایین در ساحه عملی. یعنی هر اون چیزی را که از تیوری نظریه یاد گرفتین در ساحه عمل تطبیق میکنین. پس هدف از سیر علمی است که شاگرد هر آن چیز را که در تیوری در بعد نظری خوانده در ساحه عمل عملا با چشم سر با بصیرت و بصارت ببینه، لمسش کنه، درکش کنه و او را یاد بگیره. یعنی هر چیز را که در تیوری میگیم در عمل ببینیم. دقت کردین؟ بسیار خوب. حالا بعد دو سوال به خاطر از اینکه چکیده درسونه در بر داره با جواب بدیم. اول، چرا به سیر علمی میرویم؟ سوال اول، چرا به سیر علمی می رویم؟ چرا به سیر علمی می رویم؟ سوال اول ماست. سوال دوم ماست. این سوال است که کجا به سیر علمی باید رفت؟ خب شاگرد عزیز، به این دو سوال دقت کنین. سوال اول، چرا به سیر علمی میریم؟ جوابش واضح است. من میفهمم که شما جواب سوال دارین پیش خودتون، یک پاسخ قناعت کننده، یک پاسخ درست به این سوال دارین. هدف از تمامی سیرهای علمی، چه در داخل باشد، چه در خارج باشد، چه کوتاه مدت باشد، چه دراز مدت باشد، با هر شرایط و کیفکانی که باشد، هدفش آموزش فعال است. آموزشی که در ساحه تیوری، در ساحه نظری گفته شده، شاگردها در ساحه عمل باید ببینه. مثلا مثال برتان میگم، شما در مورد بت‌های بامیان در کتاب مکتبتان میخوانین. میخوانین که دو بت است، ارتفاعش اینقدر است، فاصله بین این دو بت اینقدر است، چند متر است، این را در تیوری خوندین. اما به خاطر از اینکه یک سیر علمی رفته باشین، به خاطر از اینکه هم تبدیل هوا شده باشه برای شما و هم شما در ساحه عمل دیده باشین، عملا میرین به ولایت زیبای بامیان، بت‌ها را از نزدیک میبینین. یا مثلا اگر شما در رابطه با منار جام خوانده باشین، در رابطه با قلعه اختیاردین در هرات خوانده باشین، در رابطه با گنبد حضرت علی در مزار شریف خوانده باشین، میرین به ولایت ها سیاحت میکنین، به ولایت ها به سیر علمی میرین تا تمامی درس های را که شما در بعد تیوری خواندین در ساحه عمل ببینین، بیشتر آشنا شین و بهتر و زیادتر یاد بگیرین. سوال دوم، کجا به سیر علمی باید رفت؟ این سوال برمیگرده به اینکه اداره یا افراد مسئولی که شما رو به سیر علمی میبرند چگونه تصمیم اتخاذ میکنند. یعنی اگر درس ما در مورد تاریخ است، ما در جاهای تاریخی به سیر علمی میریم. اگر درس ما در مورد طبیعت است، باید به دامن کوه و تپه و بیابان و طبیعت ناب ما به سیر علمی بریم. یا مثلا اگر درس ما در موضوع اقتصادی است، باید عملا در بازار کار، در بازار اقتصاد ما سمون به سیر علمی بریم، تمامی مشخصات و جزئیات را که در ساحه تیوری خوانیم در ساحه بازار، در ساحه عملی عملا ببینیم. این میشه سیر علمی. ما امیدوار هستم شاگرد عزیز شما از درس امروز چیزهای را یاد گرفته باشین، یک دستاورد داشته باشین و چیزی بر اندوخته های شما اضافه شده باشد.